و به این سعیم دوستان محترم و عزیزین قوم روحانیت اساتید مکاتیب و باقی برادرها شاگردان مکاتیب شدسانهای دور و نزدیک در اینجا بخاطر یک کار نیک و خیر امروز آمدن در این هوای گرم نشستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سالانه به ده ها لگفانی رو بخاطر حفر چاه مصرف میکنیم ولی سر منابع اصلی خود کار نمیکنیم. شما ببینید هر سالی که ما کار میکنیم همون سال کفایت میکنیم، سال دیگه مجبور باز رو کار ببریم. به قول از اون مرحوم حاجی دیوبال قادی میگفت که آو تا تا ما رو از دست پاس باشی ما رو در واقعی میرکن گرفت تا بکه ما تا کجا رو بریم که آو تا تا ما رو ما از پس کشی بریم. باید منبع اصلی رو پیدا کنیم که تا آبهای زیرزمینی رو تغذیه کنیم، چاهای خود تغذیه کنیم، چشما و چشمزارا رو تغذیه کنیم. اون کجاست؟ اون منبعی است که از برف و باران، از سیلاب، از آبای جاری که در بهار سال، در زمستان سال میه و میره ما از اون استفاده نمیکنیم. این ارتفاع زید حدود 20 متر، شاید 2 متر 3 متر از ارتفاع بالاتر هم باره بخاطر فریبورد یا فضای آزاد چون موج پیدا میکنه. این سه وسط از این حدود 15 متر تنها از گل سرخ مکمل انداخته میشه. اطراف از این دو طرف از گل و ریگ و جغل انداخته میشه و این مکمل کمپکشن یا به حساب لنگر میشه. عرض از این حدوداً 65 الی 70 متر خواهد بود و در زیر از این حساب ساده یک بوگ یا کانال رسوبکش یا خیدکش ساخته میشه که با عرض 70 سانتی با ارتفاع 1 متر 10 سانتی اگر دوستای ما اگر او را نتانند نشکی توسط پایپ و خوب سهی محکمکاری کرد زیر زیر حداقل یک پایپی یک میترک کانکریتی پیش از پیش باید ترتیب بده که در اینجا زیر زیر بسیار ضرور است و حتمی است. و یک بند ایسه وسط از که گفتم مکمل یه حسی از خاک سرخ با تپک پرومیشه و این وظیفه ازی ایست که باید آب زایی نشود، آب زیم نکنه، آب باید مکمل در پشت زی باقی بمونه و این باید دروازه داشته باشد. در آینده اگر مثلا خاک و خیت میگیره در سال یک باری شستشوی شود. و سر از این بند 3 متر ارتفاع یا بالاتر از آب خواهد بود. در پالوی زی شاید ما با اوس هم یک سرریزه یا اسپلوی میگه که سرریزه در حدود عرض 5 متر یا 6 متر داشته باشیم که هر گونه سیلی که میاد فقط همی بند ما را پر کند. اضافه ایزو از سرریزه که یعنی 3 متر از ارتفاع بند پایین تر است و اون باید تحکیم کاری شود، باید بره. و باز ما توصیه ما ایست که ما یک کانال بسیار قوی و اساسی در عرض 5 متر و 6 متر این طرف میسازیم، یک کانال در این طرف میسازیم. اگر آب ما اضافه میشه نشه اکثر کشتای مردم را در داخل کانال ها پخش شود. و بازم برای دوستای خودی که بگویم جایی که امکانی بند نداره امروز در دنیا چی کار کردن؟ فقط آب زمستانی خود در بغل کوه پخش کردن، جویا ساختن. فقط آب ششمایی که آب هدر میره به جای مصرف میشه فقط در داخل کوه جابجا کردن تا او جذب زمین شود، تا تزریق شود در داخل زمین. و بازم هم آب میاد در داخل چاو و کاریز و قنات و چشمزارای ما. اینی راه های بسیار ساده است، با کم مصرف کم با پول کم میشه که ما آب خودم خار کنیم. آب باید تنظیم شود، مدیریت شود. امروز اصلا جنگ دنیا سر آب است، سر منبع یا سر منبع اقتصاد است. این که ما پشت اقتصاد نمیگردیم، کلگی ما سیاست رو پشت میگردیم و یک سیاست ناکام رو ما فکر میکنم که میشه اشتباه بود. خب به هر حال دوستای بینندای ما و کسایی که حاضر هستن ما واقعا امروز تشکر بکنیم از تمام خیرینی که واقعا در طی 2 سال 3 سال از مناطق مختلف دنیا، از قاره اروپا و استرالیا و امریکا و از نزدیکای ما، از خود منطقه ما کمک کردند که پروژه های مختلفه و ثمر رساندیم. امروز از او استفاده میشه، امروز از او مردم بهره میگیره. شما ببینید اخلاصی سه چه کارهای خوب انجام دادن بسیار در نزدیکی شما. این کارهایی که اخلاصی در اونجا انجام داده امرای باقی یک تیمی که در اونجا را رهیر شاید شما
زودتر انجام میدن چون اتقال انگوری نقضاد شار نزدیکتر است. شما ببینید در پاتو یک جریب زمین در حدود 1.5 میلیون افغانی سنگش میده میشه یله اقو آور میشه. اتقال هر جایش در 10,000 جریب زمین مردم آور میکن. پس ایره ما تفاوت دیر ببینید مسائل تکنیکی که من امرای شما گفتم در اینجا ممکن است در حدود 5 میلیون افغانی شاید کم بیش اضافه تر از این مصرف شود. اگر کانال زیر در نظر بگیرم به صورت اساسی 150 متر مکعب سنگ مصرف میشه، در حدود 6.5 تن آهن ممکن مصرف خواهد شد و ای اگر خاکه بسازیم تقریبا 36,000 متر مکعب خاک باید در اینجا مصرف شود. پس این تلاش کنیم که از داخل بند اگر بکشیم یعنی 36,000 متر مکعب آب رو ما در اینجا اضافه کردیم. حجمی بندی که فعلا ساخته میشه در حدود 70,000 متر مکعب آب رو ممکن در خود ذخیره کنیم. اگر ما 36,000 خاک دیگر از اینجا بیاریم در بند در دیوار بند استفاده کنیم بالاتر از 1,5 لاک متر مکعب آب در اینجا ممکن است که ما میتونیم ذخیره کنیم. و یک چیز دیگر هم باز برای دوستای خود بگویم و برای بینندگان هم که در جاهات دیگر ما رو میبینن برای بنده چیزی که بسیار ضرور است ریگیر است، سیلگیر است و این بسیار ساده ساخته میشه. ما در شروعی که آب میاد کو در چندین نقطه فقط سنگ ها لول بدیم در اون منطقه به صورت مخروطی سنگ کار میکنیم داخل از او جغل سنگ ها که آوی که مثلا از سیل میاد بیاید داخل از او تمام خاک و خاشاک و ریگ خود در اونجا زخچی کنه جا بانه و خود آب فیلتر شده در داخل بند بیاد تا بند ما زود تور نشود، تا بند ما زود حجمش کم نشود. این توصیه ماست که بندی که ساخته میشه بخیره موضوع ریگیر از این، موضوع سیلگیر از این بسیار مهم است و برای بندهای دیگه هم توصیه ما بیست. برای بندهای پاتو که کلاسی صاحب هم تشریف داره بازم توصیه ما ایست که سر ریگیر از این زیاد تلاش کن تا زود بند ما پر نشود. ما برای سالهای متمادی از بند خود استفاده کنیم. خب دوستای محترم از این که هوا گرم است به وقت شما زیاد نگیریم. تشکر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جا دارد افتتاحی یک کار جمعی، یک کار خیر، یک کار عام المنفعه را برای تمام عزیزان حاضر در مجلس و عزیزانی که همیشه تلاش کردن کارهای جمعی را اکمال کنن، حمایت کنن تبریک عرض کنیم. جا دارد از دوستان عزیزی که همیشه فداکارانه در کارهای جمعی بانی می شوند، همکار می شوند، شروع کار را بکنند. دوستان عزیز اهل رسانه و دوستان خوبمان که از لحاظ تکنیکی کارهای جمعی ما را راهنمایی و دستور و نظارت می کنند. حقیقتا تمام حرفا را یا تمام گپا را انجینیر صاحب گفتن، انجینیر صاحب خالق نجیر، که حقیقتا هم از لحاظ اهمیت آب را برای ما و شما گفتن، هم از لحاظ این را گفتن که ما و شما دیگر انگیزه پیدا کنیم زادگاه خود را حفظ کنیم و با داشته هایشان فکر کنیم، بیندیشیم، کوشش نماییم که منطقه خود را تبدیل به اروپا و تبدیل به کشورهای مترقی و مدرن پیشرفته نماییم. و از تمام دوستان و عزیزانی که به هر قسمی که در این بند سهم گرفتن آرزوی موفقیت میکنیم. برای آن عزیزانی که در کارهای جمعی همیشه پیش قدم بودن یک بار دیگر هم ازشان خواهش میکنیم که در این کار جمعی را اکمال کنن، حمایت کنن و ما و شما با امید آن روزی که در شاید افتتاح و بهره‌برداری ازی باشیم. بخواهیم زد قدم سرزنش ها را کند خاری مقیدان غم مخور. ما و شما برای هدف مقدس مهار آب ایتو گرمی ها و سردی ها رو باید هم روزه تحمل بکنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بند آبادی جاغوری یک نمونه از تلاش مردم زحمتکش و آبادگر جاغوری هستند. مردم جاغوری حقیقتاً در طول سالیان اخیر ایرا دریافتند یا برویم یا بمانیم، و اگر بمانیم بدون آب زندگی خواب است و خیال است و محال است. جای شکر است که مردم سرفراز اتقل و ناوه خصوصا اتقل چهارمین گام را در راستای سرسبزی برداشت. بند شهدایش که چقدر مبارکه و از بلندترین پله کو که سعی کنیم در مسیر آبی بند تمام درخت ها به مراتب از سایر اماکن کرده سرسبزترن بارورترن. اما قسمی بند نوده، بند بیدک و انشالله که بند آبادی جاوری. دوستای محترم باور کن که گفته انجینر سید عبدالخالق قنجی که این منطقه مناسب ترین منطقه شاید در سطح هزارجات برای باغداری باشه. مردمایی که در طرفای از موی شاید خواب بینگنه که یک روزی در این طرف هم جایا باشه، باور کن یک نیم میلیون افغانی و یک پتی زمین خیلی کم از شکر هست. اینجا در یک نیم هزار روپی شاید اون مقدر هم جور کن. ما از دوستای همکار و بیننده که خوشبختانه از برادران پشتون است، تاجیک است، آقای جیلانی از پنشهر همکار مردم ما و شماست، آقای حاجی سید ایوب شنواری از جلال آباد زیبا، انجینر سید پرویز و عمو قسم حاجی سید امان الله عریب برادر ازبک ما و برادران سادات ما، خواهر قهرمان ما سریا سجادی که هر کدامشان سعی مونه که لبها افغانی را برای پروژه های ما شما روان میکنه، از اینا خواهش مونه که بند آبادی را حمایت بکنه. ولی از شما میره خواهش مونه که باور کن از بودجه های میلیاردی و دلاری که در اتحاد همبستگی مردم به مراتب مهمتر است. چی بسا که خدای نخواسته نفاق ها بود که میلیون ها میلیون ها روپی موشمو را از دم دروازه وقت در دروازه آماده بود مردم بالگرد زد. من چقدر واقعا میشرمون که 800 میلیون افغانی آمده بود در جاغوری از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، از او جمله 160 میلیون ازی به مصرف رسید. دیگاهیشی به خاطر ازی که این پروژه در گیرو نیه در پیتا و از طرف از من رد ده. رئیس فلانی یا فلانی نیه از طرف از من رد ده. به جای ازی که میگفتیم خیر است، هر کسی که میاید گرگب و بود پرست و هر کسی از تاج سر از ما، یک کسی که میخواید اقدام به آبادی بکنه، مردم در قدم اول همبستگی خوره حفظ بکنه انشالله، بچه های خودسال رو بینگنن که بیلی در دیست گرفته خاک به نزدیک مونن، مادرها و خواهرات بینگنن اون طرف چای دم مونن. اینیه عشقی به آبادی، اینیه مگه تلاش برای سازندگی. و بعد از او این امینال تا که چیم یارین تا اون مسجد تا زیارت را همه جزیره هن. یک متر از این متر خوش نمانه، تماما پوشیده شوه از باغ. به هر طرف اتقل و انگوری وقتی که موتر عبور بکنه از زیر شاخه های درخت ها باید عبور بکنه، کمتر آفتاب بر موتر ارادجات بتابه. و زمان ما شما میگیم که دوستایی که شما کمک کردین، ما کمک را برای تو حلال کردیم، با امید روزی که حداقل بالاتر از نیسک آب خود را ما مهار کرده باشیم و بالاتر از نیسک نیازمندی های را از داخل منطقه در کوتا مدت انشاءالله تأمین کرده باشیم. فعلا خوب گفتین انجینر صاحب هستن که ما بالای 90% نیازمندی های را از دوستا تیس مکتب از مور برادرار ایک فطره روزی از مور شمور را ایک نمفهم فلان کفش و کلار بخش از مور شمور روان کن. او شما برادرار اینجی چیز کار منه، ما فقط چوکیداری مونیم.
نه چوکیداری را یلک اینجانشی ای وطن وطن از شما هستن یک روزی به امید خدا باشد که تمام دشت و یلک و کوها همه پوشیده باشد از درخت ها و به والله ای امکان دارن و اگر این کار را نگیدیم اونمو برادر و خواهری که ده افغانی را یک ده ما خوش اصلا در پیش از امو آدم احساس شرمندگی خواهد کردیم در صورتی که ما دیست روی دیست بگذاری و کاری نکنیم و از او آب استفاده به جا را نبریم انشالله چی زیبا گفته که وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سحر شود فراگیر بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهر همه یادگار زخمن همه یادگار زنجیر در یاد چون کسته منم امید روزی که تو را چنان ببینم که شوی چوبال طاووس به هزار رنگ تصویر گل و گندم و شقایق بدمد ز دشت هایت ز بلند شانه هایت شود آفتاب تکثیر وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه هایت به فراقت اشک ریزد ز غمت شود گلوگیر با امید آبادی افغانستان با امید ریشه‌کن شدن تبعیض تحقیر و با امید بارور شدن درخت سرسبز و بارور دوستی همدلی و بالاتر و بالاتر و پاینده باد پرچم آبادانی و سرسبزی در هر کوی و برزن این سرزمین افغانستان انشاءالله تشکر سخنان فوق العاده و ارزشمند جناب آقای اخلاصی سیم که واقعا ما را با فیض رساندن در این قسمت از برنامه می خواهیم که لیست اسامی کمک کننده های این بند باشکوه و ارزشمند را خدمت متنفذین روحانیت کرام جوانان رسانه ها و تمام بیننده های محترم عرض برسانیم و واقعا مفتخر هستیم که از گوشه گوشه جاوری مردم اقدامات نهایت ارزشمند و خیرخواهانه را انجام میدن و مردم محترم و عزتمند قریه گله هم شامل این جمع و جماعت خیر و محترم هستند. خب مردم در داخل منطقه و از بین خود جامعه و مردم هم مبلغ را جمع‌آوری کردن که من میخواییم به خانش بگیرم مبلغ 75,000 افغانی از بین مردم قریه کلی به خاطر آبادی و پیشبرد کار این بند بزرگ آبادی جاغوری جمع‌آوری شده است و جوانان و بازوان پرتلاش ما در بیرون از افغانستان جوانان با همت و با غیرت و پرتلاش منطقه کلی که قطعا از اقدام کننده های مهم این بند هستند کمک های را که فرستادن میخواییم اسامیشان را بخوانش بگیرم اولین کمک ما از طرف برادر محترم ما آقای نعمت الله محمدی مبلغ 30,000 افغانی از کشور سوئیس. شماره دوم آقای شریف محمدی مبلغ 30,000 افغانی را از کشور اتریش برای بند آبادی جاغوری فرستاده است. در قدم بعدی شماره سوم آقای هادی غلامی مبلغ 10,000 افغانی را از کشور ایران برای بند آبادی فرستادند و همچنان آقای رجاءالله علیزاده مبلغ 5,000 افغانی را از کشور مالزیا برای بند آبادی فرستاده است و برادر پرتلاش ما آقای زکی دریابی از کشور آمریکا مبلغ 100,000 افغانی را برای بند آبادی جاغوری فرستاده است و همچنان آقای اسحاق علی علیزاده مبلغ 30,000 افغانی را از کشور سوئیس برای بند آبادی جاغوری فرستادند
و آقای عارف صالحی مبلغ 50,000 افغانی را از کشور آمریکا برای بندآبادی جاغوری فرستادند. و برادر پرتلاش ما آقای کاظم غلامی همچنان مبلغ 30,000 افغانی را از کشور آلمان برای بندآبادی جاغوری فرستادند. و برادر خیر ما آقای زکی علیزاده مبلغ 35,000 افغانی را از کشور آلمان برای بندآبادی جاغوری فرستادند. و برادر محترم ما آقای احمد غلامی مبلغ 50,000 افغانی را از کشور آمریکا برای بندآبادی جاغوری فرستادند. برای اینکه این برادران ما همیشه موفق و صحتمند باشند، یک صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بلند بفرست. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. علیک مبارک کردنه به خط صلوات.